بخش با فضاهای اصلی توی CRM خواهیم آشنا بشیم. شما وقتی توی قسمت فضای کاری هستید میتونید کلیاتی رو از CRM مشاهده بکنید. داشبورد خودتون که قبلا یه اشاره کردیم، فعالیتایی که اشخاص دارن و براشون تعریف میشه توی طول روز، باید تلفن بزنن، فکس بفرستن، ایمیل بفرستن یا تماسایی که دریافت شد رو جواب بدن و این تو باید ثبت بکنن. تقویم کاریشون و قرارهای ملاقاتی هست که ممکنه که افراد بازاریاب ما با افراد مختلف داشته باشن و ما باید بتونیم تقویم امروزشون رو ببینیم برای یک قرار جدید ست کردن، بتونیم مطمئن باشیم که اون وقتشون تو اون ساعت خالی هست. توی قسمت بعدی میتونن ورود اطلاعات رو انجام بدن، کارتابلشون رو ببینن، آرتیکل هایی که توسط متخصصین تهیه میشه و توسط منشی ها یا کسایی که دارن تلفن رو جواب میدن در اختیار مشتری قرار داده میشه. ریپورتس و اعلانات که مفصل در آینده توضیح داده خواهد شد. اینجا شما میرید شرکت و اشخاص توی فضای کاری که یه جورایی مشترک بین تمام بخش ها و قسمت ها هست دیده میشه. اگه شما مثلا قسمت فروش رو به کسی دسترسی بدید، باز میبینید اینجا داره اشخاص دیده میشه، لیستای بازاریابی که توضیح دادیم دیده میشه، رقیبای شرکت و همه چیزایی که میبینید یک جوری مرتبط با فروش هست، مثل بروشور محصول، پیش فاکتور، سفارش هایی که ثبت شده، صورت حسابایی که ثبت شده و گزینه های دیگه. دوباره تو قسمت بازاریابی که وارد میشیم میبینیم شرکت ها و اشخاص دارن تکرار میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه باز این با تو قسمت بازاریابی لازم دارن که داده های مربوط به بعضی از این انتیتی ها و موجودیت ها رو داشته باشن، مثل اشخاص و شرکت. ولی باز گزینه های دیگه مثل لیدز که حالا سرنخ ترجمه شده و لیست های بازاریابی، کمپین و محصولات و بروشور فروش میبینید توی قسمت بازاریابی باز داره دیده میشه. دوباره توی قسمت خدمات میبینید که اشخاص و شرکت ها دیده میشن. حالا چرا هی داره اینها رو توی این ویدیو این خانومی که این رو درس میده تکرار میکنه؟ دلیلش این هستش که میخواد توضیح بده که اون دسترسی که توی ویدیو قبل، توی ویدیوهای قبل من توضیح دادم، میخواد بگه که اگه خواستید دسترسی به یک انتیتی و یک موجودیت توی CRM بدید، باید نگاهتون چه شکلی باشه. یعنی بخش های مختلف، تیم های مختلف، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش، مالی، رفاه، اماداری، چگونه دسترسی داشته باشن به انتیتی هایی که شما دارید الان اینجا میسازینشون و میخواییم پرمیژن بدید. توی قسمت بعدی هم طبق اون اسلایدی که با هم دیدیم، تنظیمات کلی سیستم هست، تنظیمات سال مالی، مثلا چه تاریخیه که باید سال مالی بسته بشه و سال مالی جدید شروع بشه. تعطیلات کل سال رو میتونید از این قسمت وارد بکنید و تقویم ها بر اساس اون تغییر بکنن. کارتابل ها، فروشنده ها، استاندارد ها و اینها که حالا بعداً مفصل توضیح داده خواهد شد. توی قسمت اینتروداکشن خیلی سریع توی ویدیوها توضیح میده و به قسمت بعدی میره. توی قسمت مرکز منابع هم شما کلیه ریسورس هایی که در اختیار دارید رو میتونید اینجا ثبت بکنید.